تا حالا برات پیش اومده که با یک سری افرادی تو زندگیت روبرو شدی که از لحاظ قیافه معمولی، تیپ معمولی، ولی وقتی دو کلمه باش هم کلام شدی، یکم که دیدیش، یکم که رفتاراشو دیدی، به شدت مجذوبش شدی، یعنی به شدت برات اون آدم جذاب، گیرا و منحصر به فرد بوده. حتی فکر میکنی اتفاق به صورت حالا رندومه، خوشت اومده صرفا از یکی؟ نه عزیزم، دلیلش این نبوده. دلیلشو بی من بهت میگم. و ما اغلب روی اینجور افراد یه برچسب میزنیم، میگیم طرف شخصیت کاریزماتیک داره، طرف کاریزماه، یه همچین چیزی بهشون میگیم. حالا اصلا تعریف کاریزما یعنی چی؟ کاریزما به فردی گفته میشه، به شخصیتی گفته میشه که توانایی جذب دیگران رو داره و میتونه روی اونها تأثیر بذاره و در واقع این شخصیت یه جوری شخصیت اسرارآمیزه. و البته هر کسی نمیتونه کاریزما باشه، هر کسی نمیتونه کاریزماتیک باشه، هر کسی نمیتونه رفتار کنه، یعنی ویژگی هستش که همه ندارن، ولی میتونیم توی خودمون به وجودش بیاریم، میتونیم ایجادش کنیم و این نکته خوبه راجع به این شخصیت. یعنی اینطور نیست که تو به دنیا اومده باشی حالا همچین چیزی تو وجودت باشه، بعد یکی دیگه به دنیا اومده باشه تو وجودش نباشه. میتونیم توی خودمون به وجود بیاریم و من اینجام که بهت بگم که چجوری کاریزماتیک باشی. رکن اول برای داشتن شخصیت کاریزماتیک بچه‌ها اعتماد به نفسه. اعتماد به نفسی یعنی این که من به خودم اطمینان دارم، یعنی این که من توانمندم و این ویژگی هستش که ناخودآگاه اگه شما توی نفر ببینین که به خودش مطمئنه، به خودش اعتماد داره، فرد قابل اعتمادیه، جذبش میشین. چرا نشین؟ ببین اگه میخوای اعتماد به نفس داشته باشی، باید کاری کنی که یک سری هورمون ها توی بدن ترشح بشن. این هورمون ها زمانی که ترشح بشن، چه تو بخوای چه نخوای، به اعتماد به نفس میدن، کاری میکنن که تو آدم مطمئنی به نظر برسی، کاری میکنن که آدم جسورتری به نظر برسی. یکی از این هورمون ها هورمون دوپامینه. بله، کار کن هورمون دوپامین تو بدن ترشح بشه، البته به صورت طبیعی، نه با مواد مخدر و چیزهای دیگه، به صورت طبیعی. برو ورزش کن، تو بدن هورمون دوپامین ترشح میشه. دوپامین چیکار میکنه؟ خلاقیت شما رو میبره بالاتر، خوشحالترتون میکنه، جسورترتون میکنه، کاری میکنه که اصلا اگه آدم درونگرای هستی، تبدیل به آدم برونگرا میشی، میری با آدم معاشرت میکنی، میری با آدم صحبت میکنی، ترس از قضاوت شدن نداری. پس خودتو بذار توی موقعیتی که این هورمون توی بدنت ترشح بشه. یکی از بهترین هورمون ها برای تقویت اعتماد به نفستون هورمون اکسیتوسینه. این هورمون استرس رو به شدت توی بدنتون کاهش میده، امنیت رو توی وجودتون میبره بالاتر و احساس رضایت میکنید. چیکار کنم که هورمون اکسیتوسین تو بدنم ترشح بشه؟ برو اون نفری که دوستش داری رو بغلش کن. صد بارم شده بغلش کن. حالا اون کسی که دوستش داری، مثلا ببین، حتما نمیتونه مثلا پارتنرت باشه، چه میدونم مامانت، بابات، پتت، اون حیوان خونگیت، اینا همش باعث ترشح این هورمون میشه. یا اینکه مثلا میخوای به یه جای ورود پیدا کنی، بعد مثلا یکم استرس داری، حالت بده، قبل از اینکه به اونجا ورود پیدا کنی وایسا و به یک موقعیتی توی ذهنت که از پسش به خوبی بر اومدی، به یه موفقیتت بشین فکر کن، موفقیتی که هر وقت یادت میاد به خودت میگی که فلانی دمت گرم، دیدی چه جوری انجام دادی، دیدی آفرین. به همچین موقعیتی فکر کن، این هورمون ترشح میشه. هورمون بعدی سروتونین هستش. بچه‌ها سروتونین قدرت رهبری توی وجود شما رو میبره بالاتر، احساس رضایت درونیتون رو بیشتر میکنه، عزت نفستون رو میبره بالاتر، قدرت ارادتون رو میبره بالاتر و استرستون رو کمتر میکنه. برای ترشح کردن این هورمون توی بدنتون باز هم میتونین برین ورزش کنین، میتونین برین زیر نور آفتاب یکم آفتاب بگیرین. همه اینها با
باعث ترشح این هورمون میشه. ببینین یک شخصیت کاریزماتیک که اکثرا این افراد رهبری یک چیز رو به عهده دارن، مسئولیت انجام یک کاری رو دارن، خب اینها در عین حال که شخصیت بالایی دارن، یعنی قدرت اینو دارن که اون موقعیت رو به خوبی هندل کنن، استرس پایینی دارن، استراب کمی دارن و دقیقاً اینجاست که اون نفر رو جذاب میکنه. طرف اگه بتونه پس اون موقعیت هم بر بیاد ولی همزمان استرس و استراب زیادی داشته باشه، از نظر ما آدم جذابی نیست. و دقیقاً هورمون سراتونین میاد چیکار میکنه؟ میاد با کورتیزولی که در اثر استرس توی بدن ترشح میشه با دوتای اینها مبارزه میکنه. هورمون بعدی هورمون اندروفین هستش. این هورمون باعث میشه که شما درد جسمانیتون کمتر بشه، استرستون کمتر بشه، خلق و خوتون بهتر بشه و برای ترشح این هورمون میتونین برین با آدم‌ها معاشرت کنید، یه گفتگو مثبتی باهاشون داشته باشین، ورزش کنید. چرا؟ چون زمانی که عضلات شما منقبض میشن این هورمون توی بدنتون ترشح میشه. نفس عمیق بکشید وقتی که استرس دارین، همه اینها باعث میشن که این هورمون توی بدنتون ترشح بشه. یکی از ویژگی‌های افراد کاریزماتیک اینه که میدونن چطور ارتباط برقرار کنن، چطوری با بقیه معاشرت کنن، چطور با مردم ارتباط برقرار کنن. یعنی طرف میدونه با هر مدل شخصیت چطور باید رفتار کنه، چون آدم ها که مثل هم نیستن، چطور باید وارد گفتگو بشه و اینها در چه چیزی، یعنی در اثر چه چیزی به وجود میان؟ در اثر این که من با آدم های زیادی معاشرت کرده باشم، با آدم های زیادی ارتباط گرفته باشم، روابط اجتماعی بالایی داشته باشم، همه اینها باعث میشه که رفتار من در ارتباط با بقیه مؤثرتر باشه، بهتر بتونم حرف بزنم. چون خیلی ها هستن با وجود این که خیلی شخصیت خوبی دارن، خیلی شخصیت جذابی دارن، خوبن کلن، یعنی شخصیتشون رو هم رفته، شخصیت خوبیه، ولی بلد نیستن با بقیه ارتباط برقرار کنن. مثلا طرف میره وارد نمیدونم یه سوپرمارکت میشه، یه چیزی میشه، بلد نیست به یارو مثلا بگه سلام، یعنی چی میگم؟ یعنی بلد نیست در حد همین آداب معاشرت هم با افراد اجتماع دورش داشته باشه. خب این نمیتونه جذاب باشه. شما در کنار این آدم که قرار بگیرین، وقتی ببینین با 4 نفر، نمیدونم با پیشخدمت رستوران، با نمیدونم کسی که توی مغازه داره کار میکنه، نمیتونه صحبت کنه، اصلا نمیتونه درخواستش رو بیان کنه، نمیتونه پس نیازش بر بیاد، هر چقدر اون شخصیت بزرگ و خفنی داشته باشه شما خوشتون نمیاد. ولی یک فرد کاریزماتیک از کسی که توی سوپرمارکت کار میکنه تا کسی که پست و مقام بالایی داره، با همه اینها میدونه چجوری بررفتار کنه و چجوری ارتباط بگیره. مورد بعدی اینه که بچه ها قدرت جسمانیتون باید بالا باشه، یعنی قوی باشی. بدن قوی خیلی به دردتون میخوره. حالا من که میگم بدن قوی نیست که حالا یک خانوم بره مثلا یه صندلی میز و بلند کنه برای اینکه نشون بده من قدرت بدنیم بالاست. قدرت بدنیتون شما زمانی که عضلات قوی داشته باشین تا یه پیاده روی برین، یه کوه بخواییم برین بالا، نمیدونم یکی رو بخواییم ماساژ بدی، این ور میز رو بخوایی بگیری بلند کنی، حالا کمکی کنی، تو هر موقعیتی نشون داده میشه که شما از چه توان بدنی برخوردارین. خب پس چه مرد چه زن توان بدنیتون رو ببرین بالا، رو عضلاتتون کار کنین و مانور بدین. مورد بعدی اینه که افراد کاریزماتیک بچه به شدت روی حرکات رفتارشون حساسن. یعنی مثلا توی ویدیو دیگه هم بهتون گفته بودم، ببینیم ما خیلی وقتا متوجه نیستیم زمانی که یه نفر داره با همون صحبت میکنه قیافمون چجوریه، خب یا مثلا زمانی که داریم به یه نفر نگاه میکنیم چجوری داریم نگاه میکنیم، چه انرژی رو داریم بهش منتقل میکنیم. خیلی وقتا ما قیافه بدی به خودمون میگیریم، حالیمون هم نیستا، مثلا طرف داره مثلا طرف خوشمون نمیاد بدمون میاد، مثلا داریم بهش نگاه میکنیم قیافه بدی میگیریم، یا داره با همون صحبت میکنه ما داریم مثل آدمهای گیج و منگ بهشون نگاه میکنیم، مثلا اینطوری صورتمون، حالت صورتمون درست نیست. دقت کن که حالت صورتتون چطوریه توی موقعیت‌های مختلف. و مورد بعدی زبان بدن این افراده. این آدم ها خب خودتون بهتر من میدونین قشنگ راه میرن، صاف راه میرن، راحت راه میرن با بدنشون، با استفاده کردن از اعضای بدنشون راحتن، قشنگ میشینن، آداب غذا خوردن و بلدن. همه چیز یک سری آداب داره که حالا اگه بخوای من براتون ویدیوشو درست میکنم. مثلا آداب غذا خوردن، آقا ما چجوری با غذا بخوریم، قاشق نباید به دندون بخوره مثال،
خب چون خیلی بعضی‌ها خیلی بد غذا میخورن، یا طرف مثلا غذاشو خورده نمیدونم میخواد دندوناشو نخ بزنه جلوی جمع، یا مثلا ظرفا رو خیلی تق تق به هم میزنه، اینا همه رو بلدن. اینها همه میشه پکیج کامل یه شخصیت جذاب. چرا ما جذب این افراد میشیم، جذب مثلا افراد دیگه نمیشیم؟ اینا بلدن، جزئیاتن که یک پکیج کامل رو میسازن. طرف آره خوبه، ولی مثلا یهو میری واردش میشی میبینیم آقا مثلا بلد نیست چجوری به غذا بخوره. حقم داره، کسی نبوده بهش بگه اینا رو. یکی از ویژگی هایی که به شدت شخصیت شما رو جذاب میکنه و مردم به طور طبیعی به طور ناخودآگاه تمایل پیدا میکنن که با شما ارتباط برقرار کنن و کلا از همنشینی شما لذت میبرن، اینه که شما به اونها گوش بدید. گوش دادن این نیست که من بشینم ساعتها و هیچی نگم و فقط به حرفهای تو گوش بدم. زمانی که داری با یه نفر داره با تو صحبت میکنه، سعی کن که به حرفاش واقعا گوش بدی. بعد مثلا میای ادای کسایی که دارن گوش میدن و در میاری، یهو آخرش یه سوال میپرسه یا مثلا میگه داشتم چی میگفتم، مثلا میفهمه تو اصلا کلا توی دنیای دیگه بودی و خیلی میخوره تو ذوقشون. مثلا طرف اومده داره خاطره ای برات تعریف میکنه، داره مثلا از روز کاریش برات تعریف میکنه، بیش گوش بده، قشنگ حواستو بده بهش. و وقتی که طرف ببینه که تو داری به حرفاش گوش میدی، یه چیز خنده‌داری میگه، تو بخندی، نسبت به حرفاش واکنش صحیح نشون بدی، اون آدم شاید دیگه صحبت دیگه همین تو تا صبح صحبت کنه. میدونی چرا؟ چون لذت میبره از اینکه یک نفر داره اینطوری بهش گوش میده، لذت میبره. و این موردی که بهتون گفتم بچه خیلی تو روابطتون میتونه کمک کنه، حتی تو روابط با عزیزترین کساتون، حتی تو روابط با کسایی که باشون تعارف ندارین، بهشون احساس مهم بودن بدین، بهشون احساس ارزشمندی بدین. وقتی که این احساسو به اونها بدین، بیشتر خودتون ارزشمند میشین پیش چشم اونها. و اینکه خوشقول باشید بچه ها، لطفاً خوشقول باشید. اگه یه حرفی میزنین یا یه حرفی رو نزنین، چون خیلی وقتا ما خوشحالیم، حالا بر اساس اون خوشحالی یه حرفی میزنیم، حالا اگر که یک قولی میدید، یک چیزی رو تعیین میکنید، پای حرفتون باشید. هیچ چیز نمیتونه ارزش شما رو به اندازه این کار بالا ببره. چه چیزی مهمتر از آبروه اصلا؟ که من تمام عمرم دارم سعی میکنم آبرو جمع کنم و اگر کاری بکنم که برخلاف این چیزی که دارم میسازم باشه، خب خراب میشه دیگه. اگه به نفر میگین من ساعت 7 اونجا، بچه ها 5 دقیقه به 7 اونجا باشین. اگه به یکی قول میدین که یه کاری براش انجام میدین، یا قول ندین، یا اگه قول میدین انجام بدین. چون بعضی وقتا ما با قول دادن های الکی، با حرفایی که فقط صرفا بر اساس اینه که الان حالم خوبه، امید و انتظار یک نفر رو به خودمون گره میزنیم و زمانی که نتونیم از پس این بر بیایم، شخصیت ما به شما الان خیلی کوچیک شده. پس یه حرفی رو مثلا میگی که من این کارو میکنم، من دیگه این کارو نمیکنم. اگه این حرف دیگه از دهنت در اومد، سند باشه. دیدیم خیلی از آدم ها انقدر واقعا آدم های متشخصی هستن، دیگه طرف اگه بگه من این کار رو میکنم، دیگه من غیر ممکنه چیزی برخلاف این بیاد تو ذهنم، یا اگرم نتونم اون کار رو انجام بده، میگم 100 بار طرف انجام داد، اگه این بار رو نتونست حتما شرایطش رو نداشته یا حتما مشکلی براش پیش اومده. و به اینجور آدم ها راحت تر میشه اعتماد کرد، باشون روابط بهتری هم میشه داشت از اینجور آدم ها باشید. سعی کنید راجع به موضوعاتی که اطراف ما وجود داره، هر چیزی، یک مقدار اطلاعات داشته باشید. چرا بهتون میگم؟ چون به خاطر اینکه وقتی که توی جمع نشستین، حالا مثلا یکی راجع به یک چیز داره صحبت میکنه، شما قرار نیست نظرتون راجع به هر چیزی، اینکه حالا راجع به همه چیز یه سری اطلاعات دارین، نظرتون رو بیان کنین. ولی زمانی که ازتون نظر بخوان و شما یهو راجع به موضوعی که اصلا بعیده مثلا یه نفر راجع بهش اطلاعات داشته باشه، شما دهنتون رو وا کنین و حرف بزنین، اصلا نمیتونم بگم که چقدر شخصیتتون رو میبره بالا. تا الان با این توضیحاتی که بهتون دادم، شاید فکر کنین که افراد کاریزماتیک فقط و فقط کسایی هستن که به خودشون اعتماد دارن و فقط و فقط خودشونن خودشون دیگه. نه، افراد کاریزماتیک به بقیه اجازه میدن
که به اونها اعتماد کنن. یعنی چی؟ یعنی توی یک موقعیت نمیگن آقا من بلدم، من میدونم، شاید هم بدونن، ولی ترجیح میدن از دانش و اطلاعات تو استفاده کنن، ترجیح میدن که تو کمکشون کنی، بهت اعتماد میکنن. این نیست که بگن که چون من میدونم، چون من، این اصلا سوای یک شخصیت کاریزماتیکه. اونا در عین حال که میتونن از پس یه موقعیت بر بیان، در عین حال به تو اجازه میدن که تو یه کاری کنی که از پس اون موقعیت بر بیان، بهت اعتماد میکنن. اگه من یه نفر فقط بیاد بگه من میدونم، من فلانم، من بیستارم، منم که فقط میدونم، نه، این آدم میزنه تو ذوق. ولی عوضش من میدونم طرف 10 تا پیرن من بیشتر پاره کرده، 100 تا چیز بهتر از من میدونه و اونه که الان میدونه که چطور باید از این موقعیت عبور کرد. بعد میبینم که آها، این با وجود این که میدونه ولی داره به من اعتماد میکنه، میذاره منم نظرمو بدم، از روشی که من میگم هم امتحان میکنه. حس خوب توی بقیه به وجود بیارید. بچه چرا این کارو نکنیم؟ حالا سوای بحث کاریزماتیک بودن، ما با گفتن یک جمله مثبت راجع به یک نفر میتونیم روز اون آدم رو بسازیم، میتونیم اونو از یک طوفان ذهنی نجات بدیم. وقتی میتونیم اگر راحت به هم کمک کنیم، چرا نکنیم؟ مثلا من میدونم اگه الان از طرف بابت اینکه مثلا این کار رو انجام داده تشکر کنم، تعریف کنم و اون ویژگی رو توش تحسین کنم، چرا نکنم؟ ما خودمونیم که از آدمها آدم خوب و بد میسازیم. اگه من 100 بار بیام خوبیای تو رو نبینم، 2 بار به من دروغ گفتی، به تو بگم دروغگو، من تو رو دارم دروغگو میکنم، تو دروغگو نیستی. و من اگه تو 5 تا کار خوب در حق من انجام دادی، 5 تا چیز خوب تو دیدم بیام بگم، این منم که تو رو تبدیل به شخصیت خوب میکنم. اینا رو جدی بگیریم بچه‌ها. دلیل همینه که ما انقدر کشش داریم به اینجور آدم‌ها. طرف مثلا میایم میبینیم که خیلی شخصیت بالایی، مقتدره، یهو مثلا تو رو میبینه میگه که چقدر مثلا فلان لباس بهت میاد، چقدر این رنگ به رنگ پوستت میاد. اصلا تو دیدگاهت راجع به اون آدم عوض میشه. مثلا فکر نمیکردی یه نفر با این جایگاه اجتماعی و منزلتی بیاد از تو تعریف کنه. و دقیقا پوینت اصلی همینجاست بچه ها. اگه تا اینجای ویدیو نگاه کردی، پوینت ویدیو همینجاست، این که افراد کاریزماتیک ادغامی از شخصیت مقتدر و قدرتمند و در عین حال صمیمیت با بقیه دارن. اینه که یک شخصیت کاریزماتیک میسازه. خب بچه ها، اینم یه ویدیو دیگه. این ویدیو رو خیلی دوست داشتم براتون درست کنم و بهتون این اطلاعات رو بدم. هرچند که ما یک سری چیزها رو میدونیم، ولی باید بهمون یادآور بشه ما فراموشکاریم، ما انسان‌های فراموشکاری هستیم. خواستم بهتون یادآوری کنم که با چه دونستن چه چیزهای کوچیکی ما میتونیم چه تحولی توی خودمون، رفتارمون به وجود بیاریم. و بچه‌ها، من که عاشقتونم، اینو میدونین، واقعا دوستتون دارم. مراقب خودتونم باشین. ویدیو بعدی میبینمتون.